خانم و آقایان، همیهنان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. دیروز یک شنبه همیهنان گرامی در بسیاری از کشورهای جهان و مخصوصا در دو کشور اروپایی یعنی یونان و فرانسه انتخابات بسیار سرنوشت سازی برگزار شد و که در قسمت بعدی این برنامه با دکتر مصطفی دانش، ژورنالیست معروف، در مورد این وقایع صحبت خواهند کرد. اما برای ما ایرانیان که هیچ وقت طعم انتخابات آزاد رو نچشیدیم، مگر در بعضی اوقات اونم به طور بسیار موقت، هرگز قابل پذیرش نیست و نمیتونیم درک بکنیم که شرکت در این نوع انتخابات چگونه سرنوشت یه ملتی رو، چگونه سیاست داخلی یا خارجی این کشورها رو دگرگون میکنه و چه شوق و علاقه‌ای به وجود میاره در کشورهایی که مردم فعالیت میکنن برای اینکه حزبشون، سازمانشون، سازمانهاشون، احزابشون به پیروزی رسیدن. در انتخابات دیروز فرانسه بعد از 24 سال بار دیگر چپ‌ها یعنی سوسیالیست‌ها و چپ‌های مستقل و کمونیست‌ها که الان دیگه میدونید اینا همه مستقل هم، چپ به روی کار آمد. اما در میهن ما دور دوم به اصطلاح انتخابات انجام شد و آغل و طویله مجلس پر شد از گوسفندانی که از این پس طبق معمول بعبع کنان اوامر روزخان بزرگ رو سهه میذارن. خیلی خنده آور، همینانی خنده آور، باور کنید. یعنی کمپلت این رژیم و حرکاتی که انجام میده، وقتی شما اینا رو بغل هم دیگه میچینید اصلا حیرت آوره. پروژه 3 میلیارد دلاری گاز بید بلند 2 که قرار بوده بانک صادرات بودجه اولیه‌ش رو که 3 میلیارد دلار بوده بپردازه و بعداً این پروژه تکمیلتر و تکمیلتر بشه. قرار بوده که اگر چنانچه پروژه به نتیجه برسه، حتی تا 200,000 نفر کارگر برن سر کار. یعنی گاز مایع، گاز نمیدونم معمول، اینا جزء پروژه بود. علت این که این پروژه که باید مثلا 3 ماه دیگه تموم میشد به نتیجه نرسیده، دزدی بوده که در بانک صادرات شد، همین 3.5 میلیارد دلاری که آقایون حیف و میل کردن. پروژه از بین رفت، خبرگزاری رسمیشون هیچ کس نمیگه این پروژه از بین رفته، میگن کند شده. یه عده میگن از بین رفته. شما در جمهوری اسلامی همیشه اینطوره، هیچ وقت خبر درست نمیشنوید راجع به هر مسئله، حتی تصادف دو تا اتومبیل، این دروغ گفتن و واژگون جلوه دادن و قلوف کردن یا کم کرد اصلا حیرت آوره. هیچ جای دنیا هم چیز نمیبینی. آقای کلبر، یکی از برجسته ترین گوینده های تلویزیون دوم آلمان، دکتر دانش راجع بهش صحبت خواهد کرد، گفته این احمدی نژاد یه آدم پریشانه، پریشان مغزه، بیماره، تعادل نداره، یعنی دیوانه است. خب شما فکر کنید سرنوشت یه ملت رو دادن دست اینا؟ تازه اون رئیس روزخانها کیه؟
همه تقصیرها رو میندازه در اثر ندانم کاری و خیانتهای اقتصادی. آقا همه این اتفاقات در اثر اینه که تو روزخان آمدی در رأس یه مملکتی با اون تمدن درخشان قرار گرفتی و همه چی رو به هم ریختی. آقای نقدی در نیروی انتظامی ناجا در قسمت اطلاعاتش بوده، اداره آگاهیش بوده. خود جناب عالی آقای رئیس روزخانه ایشونو مأمور کردی به علت اینکه از آقای کرباسچی بدت اومده بوده. آقای کرباسچی و 40 این نفر دیگه از شهردارا از نوکران خودتون بودن، اینا رو گرفتن. بله جمال آقاست، بردن شکنجه دادن در زندان‌های رسمی، نه در زندان‌های مخفی. از اینا اقاریر خلاف گرفتن، حالا خودتونم بوده، ضبط صوت کشتن، اینا رو کتک زدن، گفتن این چیزا رو بگو، اینا رو گفتن، آوردن توی دادگاه دیگه که رئیسش که آقای محسنی اشی جانیار دستچین کردن در اون دادگاه. هر چی این آقای کرباسچی و دوستاش گفتن آقا این آقای نقدی ما رو گرفته برده تو زندانای گمنام، اصلا جز زندان نبوده، ما رو چند روز نگه داشتن، شکنجه دادن، این اقاری رو از ما گرفتن، اینا هیچ کدوم سندیت نداره، دادگاه اینا رو محکوم کرده. این آقای محسنی، یک جوانی دیگه مثل اون آقای پور محمدی و نمیدونم بقیه آدم ها، بقیه رئیس دفتر رئیس روزخانه ها، آقای محمدی گلپایگانی، یک جوانی شکنجگر شده رئیس دفتر آقا. خب شما از این رژیم چه انتظاری دارید همیهنانی گرامی؟ آقای سعید مرتضوی رو شغل مهمتری آقای احمدی نژاد بهش داد، آقای ملکزاده، شریف ملکزاده، همین این که الان دوباره جنجاله، ایشون جز کسانی بود که در هیپ و میل همین 3.5 میلیارد دلاری سهم داشت. چند روز گرفتن، بوده 30-40 روز زندانیش کردن، بعد ناگهان از زندان آزاد شد. آقای احمدی نژاد ایشون رو الان کرده مشاور، مشاور رئیس جمهوری. روزنامه ها شلوغ کردن که آقا این دوباره یه اختلاف جدید، این آقا پرونده داشته، زندانی بوده، نمیدونم فلان. طرف هم گفت منو بردن تو زندان کتکم زدن، همین آقای شریف زاده، همین آقای ملک زاده، شریف ملک زاده. بعد احمدی نژاد گفت نه خیر اینطوری نیست، ایشون مورد تایید آقای هاشمی شاهرودی بوده، مشاور ایشونه. اینا جنجال کردن، دروغ میگه آقای شاهرودی؟ گفت بله راست میگه. بعد گفتن که ایشون در اثر مدارکی که بعداً به آگاهی رهبر معظم انقلاب رسید، یعنی اون روزخانه، ایشون آقای ملکزاده رو مورد عفو قرار دادن. بعد آقای ملکزاده و این کسایی که دورور احمدی نژاد جمعن گفتن آقا ایشون اصلا کار خلافی نکرده بود که مورد عفو قرار بگیره. آقای شاهرودی میدونن، رفتن پرونده های ایشون رو به مقام معظم روزخان بزرگ دادن. اونا نمیگن روزخان، من میگم. و ایشون دیدن پرونده این آقا چیزی تو ببین مملکت رو ببینی چه خبره. دادگاه محکوم میکنه، رئیس روزخان ها میبخشه، اینا برمیدارن سمت بهش میدن، اونا میگن این دوز بوده، یه عده میگن نبوده. اینه مملکت شترگاه پلنگ، هیچ چی سر جاش نیست. خب همینه دیگه. بعد شما میخواین نام خلیج فارس، نام همیشگی خلیج فارس تو تمام نقشه های نمیدونم 600 ساله 500 ساله حالا قبلش که ول کن، این خلیج اسمش خلیج فارس بوده، یه عده عقب افتاده متحجر جانی شکنجگره که اصلا هیچ هنری ندارن جز چپاول، جز کتک، جز شکنجه، اومدن حاکم شدن تو مملکت. خب سرنوشت مملکت ما این شده. تو این چپاول آثار تاریخی و نامهای فلاسفه ایرانی، شعرهای ایرانی، نویسندگان ایرانی همه رو دارن هپومل میکنن. یکی میگه فردوسی مال ماست، یکی میگه حافظ مال ماست، یکی میگه نمیدونم خونیه چون مولانا اونجاست پس مال ماست. من رفته بودم ترکیه، تا شما وارد فرودگاه ترکیه میشین یه دونه
از این چیزهای دفترچه های بزرگ به شما میدن که دانشمندان ترکو توش نوشتن. حالا این ملت که میدونید که اصلا اینو تاریخ ندارن ترکا، اینو تمام مدت مستعمره یونان بودن و روم. شما تمام ترکیه هر که میگردید آثار رومی میبینید یا یونانی، ترکیهی وجود نداشته. حالا فوری میاد مولانا شاعر ترک. من اونجا از یارو پرسیدم که خب این مولانا چرا این چه خطیه؟ خط فارسی شعرهایی که اونجا نشد. گفت ایشون این خط قدیمی ترکی است. خط قدیمی ترکی است. فارسی رو میگه خط قدیمی ترکی است. اینا همش در اثر اینه که ما یک حکومت بی ارزه عقب افتاده ای داریم که هر کس از دوره بر ما میگه بذار یه تیکش رو بکنیم. این عربای لخت پتی شیخکا دوره بر ما که مجموعه شون به اندازه یه شهرک ما نمیشن جمعیتشون. تاریخشون هم 40 ساله، حالا به جز عربستان که اونم مشهون از بیابانگردی و چپاول و اینا بوده دیگه، چیز دیگه نبوده که. پول نفت اینا رو آدم کرده. من اصلا نمیخوام این جریان نژادگرایی اینا رو نمیخوام مسئله رو مطرح کنم، ولی عصبانیت آدم از اینه که اینا یه مش مفخوری که پول نفت رو از زمین نفت رو میکشن بیرون، حالا اومدن با پول گوگل خریدن، نمیدونم تمام این مؤسسات غربی رو خریدن و اینا اسما رو عوض کردن. الان یه گزارشی هست دادم به دکتر دانش، داشتن نگاه میکردن، نوشته ارتش آمریکا برداشته بخشنامه کرده که از این پس اسم خلیج فارس خلیج عربیه. من نمیدونم اگر فردا اینا میخوان اشاره بکنن به جنگ خلیج فارس میگن خلیج عربی. آخه چرا؟ اگه قرار اسمای تاریخی رو به این شلی عوض کرد، اسمای جغرافیایی رو و تاریخی رو، آخه سنگ رو سنگ نمیمونه. یعنی اینقدر آدم میتونن این مؤسسات بی شرافت باشن، بی اخلاق باشن؟ هی ما افتخار میکنیم آقای کردستانی که در گوگل ایرانیه، آقا مردشور این افتخار ببرن. این چه افتخاریه که یه آدمی اونجا باشه حقوق بگیره، نمیدونم میلیاردر باشه، خیرش هم به هیچ ایرانی نرسه، فقط اسمش باشه ایرانی، افتخار. ما افتخار، من افتخار نمیکنم. من به امثال آقای کردستانی و اینایی که رفتن تو این مؤسسات میلیاردها هم پول دارن و هیچ خاصیتی هم ازشون نمیبینم افتخاری ندارم. افتخار من به اون ایرانی میکنم که در بدترین شرایط، زیر بدترین فشارها، در دست این جانیا همچنان به عقایدش و ایدئالاش و آرمانهاش وفادار. اون افتخاره. و اگر نه آقای کردستانی ایرانی، خب باشه، چیکار کردیشون برای این گوگل؟ چه اقدامی کرد؟ بعدم بهشون، به این مؤسسه میلیاردها پول دادن عربا، گفتن آقا ویلکم، خلیج فارس چیه؟ میزنیم خلیج عربی، یا اسمو بر میداریم. اسمو برداشتن. خیلی جالب. روز جمعه اولین دستگاهی که روی مسئله کار کرد خیلی جالب بود، BBC بود و تماس گرفتن با گوگل که آقا این چرا اسمو عوض کردی؟ گفتن ما خیلی جاها راست اسم نمیذاریم. گفتن اه، ولی جای دیگر همه رو گذاشتیم، فقط خلیج فارسه، ما احتیاج نمیدیم توضیح بدیم. اون جایی هم که میذارم مثل خلیج فارس خلیج عربی. من خوندم که ابو موسی رو میخوان اسمشو عوض کنن. با اینم من مخالفم. شما اسامی رو نباید بازی بدیم. این آقای علیف رئیس جمهور آذربایجان اومد ایران 2 سال پیش، بهش گفتن دریای مازندران، گفت چی؟ تو کنفرانس مطبوعاتی من فیلمش دیدم، گفت چی؟ گفتن دریای مازندران، گفت چی؟ هی اینا گفتن، گفت آخر سر، گفت من نمیفهمم چی میگین، منظورتون دریای خزر کاسپیانه؟ قبولوند خبرنگارا، آخر گفتن کاسپیان، گفتن خزر. ما راحت هممون نشستیم. اون رژیم که فقط زمانی از این اسامی سوء استفاده میکنه، سوء استفاده میکنه که ببینه تو این جریان میشه از اون زیر که داره با یکی دیگه میسازه
این جریان رو بنزه وسط سوء استفاده تبلیغاتی بکنه. وگرنه در موارد دیگه اصلا اینطوری نیست. این ابرقدرتی که خودشو ابرقدرت منطقه میدونه، شما شنیدید که ایرج قادری صبح یک شنبه ساعت 4 صبح فوت کرد، ساعت 10 صبح جنازش یواشکی بردن بی بی سکینه کرج، نه اون قسمت هنرمند نه یه جای پرت، فوری گفتن دفنش کنیم. ترسیدن. رژیمی که از مرده یه هنرمند میترسه، بعدن چی بهش بگه آخه همینان گرام، چی میشه گفت به این؟ چرا این کار کردن؟ برای اینکه مبادا اون کاری که در مورد فردین کردن در مورد جنازه اینم کنه. میدونید که فردین زمانی که فوت کرد صدها هزار نفر، حیرت آور بود، صدها هزار نفر 3 جای تهران و اینا، برای که مردم سردرگم کنن 3 جا رو گفتن قرار فردین اونجا جمع بشن براش. هر 3 جا صدها هزار نفر آدم رفتن. تهران ریخ به هم و اینا تازه فهمیدن یه هنرمند سینما، هنرمند که مردم دوستش داشتن، حالا صرف نظر از اینکه کارش هنری بود یا نبود، من اصلا وارد این بحث نمی‌شم، فردین به عنوان یک سمبل ایرانیه، قهرمان کشتی بوده، هنرمند مورد علاقه مردم بود. کاری کردن مردم کارستان، اینا ترسیدن. برای اینکه تو صبح زود جنازه رو این طرف فوت کرد، گذاشتن توی اتومبیل، بردن کرج تو بی بی سکین دفنش کردن. بعدم خانومش رو، خانوم تامینه رو وادار کردن، یه اعلامیه داده همین ساعت‌های قبل که بله ایشون به وصیت خودش چی بگه وادارش میکنن، گنده کار در اومده، میان به خانوم تامینه میگن یا این کارو بکن یا اجازه. حالا گفته نه مراسم خط، نه مراسم، هیچی، همه رو برای خیریه گذاشت. یعنی چی؟ یعنی که هیچ جای اجازه نداری راجع به این آدم صحبت کنی. این روزخان ها همیانان گرامی از مرگ آدم ها میترسن، از مراسم مرگ آدم ها میترسن، این قدر قدرت ها، از جمع شدن آدم ها. سالی یک بار پرستو میره فروهر، میره تهران، پدر و مادرشون جانی ها کشتن، میره یه مراسم کوچ خونش بگیره، خونش ظرفیت 200 نفره، نمیذارن. تمام خیابونها رو، حماقت اینجاست دیگه، همه خیابونها رو محاصره میکنن، همه مردم کور که نیستن میبینن که آقا اینا چرا این کار رو میکنن، فقط برای که 200 نفر رو تو خونه، چون میدونن 200 نفر که رفتن تو خونه 10,000 نفر بیرون خونن. اینا میترسن. اینا که میگن مقام معظم رهبری میگه که 9 دی ماه نمونه بود از نمیدونم پشتیبانی مردم از جمهوری اسلامی، میترسه از این که یه مراسم کوچیک برگزار بشه برای یه آدمی که این جوانی ها خودشون کشتنش. نذاشتن آقای قادری رو، نذاشتن مردم بیان. یواشکی حدود 20 نفر خود خانوادهش و دوستانش مراسمو تموم کرد. بعدم دوباره امروز اون مردک مصلحی اعلام کرده که بله چند عملیات، نه ببخشید، این فرمانده سپاه پاسداران مصلحی یه دفعه راجع به یه موضوع دیگه گفت، گفتن عده زیادی تصمیم داشتن که بله سردار محسن کاظمینی فرمانده سپاه محمد رسول الله در تهران بزرگ در گفتگو با خبرگزاری فارس از خنثی‌سازی چند عملیات مهم تروریستی توسط سپاه در شهر تهران در ایام نوروز خبر داد. همه مردم میخندن به ریش اینا، چون میدونه اینا دروغ میگن. بعدم امروز اون مصلحی اعلام کرد، اینو خواستم بگم، آقای مصلحی همین مردک عقب افتاده وزیر اطلاعات شد، اعلام کرد که اونایی که دانشمندان رو کشتن گرفتیمشون، اینم به دروغ. یه در میخوان تو زندان ها بکشن، بانه ندارن، میگن خب میگیم اینا در اون ارتباط بودن، هم به مردم میگیم، یعنی ببینیم ما چقدر قدر قدرتیم، رو آسمون میگیریم، رو زمین پیدا میکنیم، هر کس باشه بیا گرفتیمش، حالا اعدامشون کردیم. خب عمیانان گرامی، اینقدر صحبت هست که به این زودی ها تموم نمیشه.
و یه نفرم شلاقش میزنن 25 ضربه شلاق، یه کاریکاتور کشیده از کی؟ نه از مقام معظم روزخانه بزرگ یا از احمدی نژاد دلغک یا از اون بقیه. یک وکیل مجلس مال عراق، یه کاریکاتوریست یه دونه کاریکاتور از ایشون کشیده. ببینید چه آزادی و دموکراسی اینا چیز میگن که مردم سالاری دینی. ببینید چه کردن، محکوم کردن کاریکاتوریست رو به 25 ضربه شلاق. دکتر دانش سلام. سلام آقای وزیر. خیلی خبرها هست که دکتر دانش میخوام راجبش صحبت بکنم، فرصت نیست و من همینش دوست دارم که با شما صحبت بکنم، چون میدونم الان چقدر شما خبر دارید که مهمترینش انتخابات فرانسه است. راجب انتخابات فرانسه، خب باید به این مطلب اشاره بکنیم که انتخابات در واقع سوسیالیستا بردن، یعنی این خبری که همه میدونن. ولی اون چیزی که به نظر من بسیار مهمه درباره صحبت بکنیم، ببینید در تاریخ اروپا فرانسه همیشه پیش قراول جنبش های اجتماعی بوده و موقعی که از انقلاب کبیر فرانسه صحبت بکنیم، در واقع در اون زمان انقلاب بر علیه فئودالیسم، یعنی اساس سلطنت و پادشاهی در فرانسه اتفاق افتاد. و امروز باید به این مطلب اشاره بکنیم که در واقع بانک ها و نقش بانک ها در اروپا و دنیا نقش همون فئودالیسمه. در واقع نقشی که بانک ها بازی میکنن و سیاست کشورها رو تعیین میکنن و دست به غارت اموال ملی مردم میزنن در تمام کشورهای مختلف، در واقع امروز انتخابی که در فرانسه شده زلزله است. در واقع بانک ها چه نقش مخربی را در این مدت چندین ده سال در اروپا و دنیا بازی کردن. و جالب اینه که چرا خانم تاشر چنین، خانم مرکل چنین سیاستی رو پیش میبره؟ امروز پول زیادی داره وارد آلمان میشه، یعنی در واقع در رأس اقتصاد اروپا آلمانه، از همه از لحاظ اقتصادی وضعش بهتره و از تمام دنیا به خصوص کشورهای اروپایی، از اسپانیا، از یونان و پرتغال و کشورهای دیگه، عده زیادی از مردم حتی پولای نقد خودشون و پولایی که در بانک‌ها دارن به بانک‌های خودشون نمیدن، به بانک‌های خودشون نمیدن، منتقل میکنن به آلمان یا در اونجا خونه و در واقع کنن کافیه. و این بانک‌ها جالبه، پولی که نزولی که برای این پولا نمیدن، همین پولها رو در اختیار دولت‌های در حال بحران میذارن، یعنی خودشون یعنی دولت‌های دولت خودشون و دولت به طور مثال یونان، دولت اسپانیا، دولت پرتغال، و در واقع با سودهای عجیب و غریب، سودهای 7% و 8% خودشون، یعنی 1% اینا میدن، به 1% هم نمیدن. شما به بانک، از بانک‌های مرکزی خودشون در حدود 0.5% پول قرض میکنن و این پولا رو قرض میدن نه تنها به مردم با 7% و 8% و 10%، بلکه به دولت‌های در حال بحران، دولت‌های بحران زده اقتصادی، به اونها این پولا رو میدن. همین بلایی که سر یونان اومده، بلایی که سر یونان آورده. و بعدن موقعی که کشوری مثل یونان ورشکست میشه، بانک‌هایش مسئولیت نمیپذیرن، بانک‌هایش تقبلی نمیکنن که در واقع به کمک دولت یونان برن، دولتی که در حال ورشکستگی، در حال اصلا پاشیدگی است. و این سیاستی است که آقای اولان میخواد در فرانسه و در اروپا تغییر بده و صحبت از یک جنبش جهانی میکنه. امیدواریم که موفق بشه چنین سیاستی رو در واقع پیاده بکنه. و یکی از سیاست‌های بسیار خطرناکی که آقای سرکوزی در فرانسه پیاده میکرد، در واقع زدن تمام کمک‌های مردم فرانسه بود، کم کردن حقوق بازنشستگان، بالا بردن سن بازنشستگی از 60 سال به 60 سال. اینا که شما میگید در عرض مثلا 30 سال با زحمات زیاد اینا موفق شدن اینا رو بگیرن، با مبارزه بسیار زیادی که سندیکاهای کارگری، سندیکاهای قوی کارگری در فرانسه کرده بودن، در واقع اینا رو همه گرفتن تا جایی که تعداد بیکاری در فرانسه هم اکنون 10%. و قولایی که آقای اولان میده اینه که در واقع بر مقابله با این سیاست ریاضت اقتصادی مبارزه بکنه، ریاضت اقتصادی که خانم مرکل در آلمان داره پیاده میکنه و سرغراول اقتصاد در واقع اتحادیه اروپا است. و آقای اولاند چنین مطرح کرده که مخالفت شدیدی با سیاست اتحادیه اروپا و با سیاست بانک‌های مرکزی. خب خانم مرکل دیشب تکذیب کرده، گفته ایشون نمیتونه بیاد اگر ریاست جمهوری رو بگیره، و خب میتونه که میدونه گرفته، ایشون نمیتونه رو قرارهایی که آقای سرکوزی گذاشته سرپوش بذاره و اونا رو دوباره خونسا کنه. خب ببینید خانم مرکل، من صحبت این کردم، در واقع با سرمایه عظیمی که وارد آلمان میشه، در واقع صادرات آلمان بسیار قوی شده، تا اونجایی که آلمان در رأس تمام کشورهای صادرکننده است، حتی آمریکا بعد از آلمان قرار داره،
البته اول آلمان، بعدن چین، بعدن آمریکا. آلمان بیش از 1100 میلیارد یورو در سال صادرات داره. در واقع با پولای عظیم، سرمایه عظیمی که وارد آلمان میشه و سرمایه عظیمی که در واقع شرکت‌های صنعتی از بانک‌های آلمان یا با پول ارزونی که وارد آلمان میشه اینا به دست میارن و تولید خودشون انجام میدن، صادرات عظیمی داره به تمام اروپا میشه و دولت آلمان و کشور آلمانه که داره سود عظیمی میبره از این وضع اورو و خواهان اونه که در واقع این ادامه پیدا بکنه، اون ریاضت اقتصادی ادامه داشته باشه. کشورهای دیگه مانند اسپانیا، مانند پرتغال، به خصوص یونان صرفه جویی بکنن، سالانه 30 تا 40 میلیارد دلار صرفه جویی بکنن در تضاد با منافع مردم، یعنی در واقع با کم کردن حقوق بازنشستگی، با کم کردن حقوق کارگران، با کم کردن در واقع کمک های اجتماعی که مردم میشه، با بستن مدارس و دانشگاه ها در واقع صرفه جویی بکنن. و آلمانه که داره در این از این سیاست اقتصادی سود عظیمی میبره و خانم مرکل طرفدار اینه که آقای اولاند هم سیاست سرکوزی رو ادامه بده، ولی آقای اولاند اعلام کرده که ما چنین کاری نخواهیم کرد و ما کنیز خانوم مرکل و آلمان نیستیم و اون قول داده که دنیا را صحبت از فرانسه و دنیا میشه که دنیا را از اسارت ریاضت اقتصادی رها بکنه، آزاد بکنه و از اسارت دولت آلمان و کشور آلمان رها بکنه. خب دوست دوزنش، حالا میرویم انتخابات یونان. در یونان میدونید که یه عذاب چپ افراطی و راست افراطی برنده شده، اصلا حیرت آوره. یعنی دو تا حزب که هر دو افراطی الان اومدن، یه حزب البته چپ میانه هم هست که این هنوز معلوم نیست موقعیتش چیه، و دوباره صحبتی بر سر اینه که اگه این وضع باشه باید دوباره انتخابات دیگه انجام بشه، برای اینکه هیچ به نتیجه نمیرسن، نمیتونن دولت. ولی اینها چه کار جالبه در یونان ببینید، در آخر سال گذشته و دولت ائتلافی را در واقع تعیین کرده بودن و این دولت ائتلافی در حمایت از اتحادیه اروپا و در حمایت از صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی اروپا در واقع این سیاست ریاضت رو به خرج می‌برد. درست اینا بازندن. در اونجایی که سوسیالیست‌ها بر علیه این سیاست ریاضت اقتصادی بودن مثل فرانسه برنده شدن. و این نشون میده این تضاد رو که در واقع کسانی که در کنار سرمایه مالی قرار گرفتن و دست بانک ها رو آزاد گذاشتن در غارت منابع مردم و در واقع این بانک ها هستن که دارن سیاست کشور رو تعیین میکنن، درست اون کشورهایی که در کنار بانک ها قرار گرفتن در این بازی، در این انتخابات پارلمانی در یونان باختن، حتی حزب سوسیالیست پاسوک یونان و حزب سوسیالیست فرانسه که در مقابله با اونها قرار گرفته پیروز میشه در انتخابات. پیشگویی دارم و اون این استش که با در نظر گرفتن این شرایطی که الان داره در یونان، در اسپانیا، در خیلی از این کشورهای ورشکسته اروپایی آدم میبینه، آینده خوبی رو، آرام اینه رو نمیبینم من در منطقه. یعنی من واقعا تصورم اینه که این بهار عربی که در اونجا، البته اون بهار که چرس کنم پاییز شد، ولی در اروپا هم یه همچین وقایع امکان داره پیش بیاد. اتفاقی امروز در فرانسه میافته، من مقایسه کردم با انقلاب کبیر فرانسه، یعنی در واقع دومین باریست در تاریخ چندین صد ساله اخیر فرانسه که درست در زمانی که خطر بزرگی اروپا را تهدید میکنه، خطر بزرگی دنیا را تهدید میکنه، دوباره یک جنبش عظیم اجتماعی به وجود میاد و دوباره در واقع چپی ها و سوسیالیست ها در این کشور قدرت سیاسی رو به دست میگیرن، یا در واقع آقای اولاند به عنوان سوسیالیست رئیس جمهور این کشور میشه. و این در واقع این صحبتی که من کردم همینطوری نبود، به خاطری که مقایسه بکنیم شرایط دنیا و به خصوص شرایط اروپا بسیار خطرناکه. درسته که آلمان در به عنوان لوکوموتیو اقتصادی اروپا هنوز وضعش بسیار عالیه، ولی در کشورهای دیگه مانند یونان، مانند پرتغال، مانند اسپانیا و ایتالیا وضع اقتصادی بسیار بحرانیه، ایرلند بحرانیه، خیلی از این کشورها در حال در واقع ورشکستگی قرار گرفتن، یونان در حال ورشکستگی است. عده زیادی از رهبران یونان خواهان اینه که از منطقه اورو خارج بشن، حتی کمونیستای کشور یونان که 8.5% در این انتخابات رأی آوردن خواهان خروج از اتحادیه اروپا و خروج از منطقه یورو هستن. و جالب اینه که در این انتخابات یونان به درستی شما اشاره کردین که هیچ حزبی نمیتونه ائتلاف بکنه و در این در واقع دولت را تشکیل بده، نه احزابی که تا به حال در ائتلاف دولتی بودن مانند دموکراسی نوین و پاسوک میتونن در واقع دولت جدید را تشکیل بدن، نه احزاب دیگری مانند اتحاد چپ
که 16% رأی آورده و نمیتونه حتی با کمونیستا، با اینکه در رابطه با ریاضت اقتصادی هم عقیدن، نمیتونن در واقع ائتلاف کنن، برای که کمونیستا از قبل اعلان کردن با اتحاد چپ حاضر نیستن ائتلافی به وجود بیارن، و حتی اتحاد چپ اعلان کرد که حاضر نیست با دولت ائتلافی یا حزب ائتلافی دولتی مانند دموکراسی نوین ائتلاف بکنه. پس بنابراین باید طبق قانون اساسی یونان در 6 هفته آینده انتخابات بشه. دکتر دانش، سوریه رو چی میگه؟ انتخابات قلابی سوریه تو این شرایط احمقانه است، اینو انتخابات برگزار کردن در حالی که مخالفین اینو به اصطلاح چیز کردن. ببین امروز، خود امروز در اغلب شهرهای سوریه جنگ شدیدی وجود داشته. بایکوت شده. در حمص جنگ شدیدی بوده. در هما جنگ شدید بوده و حتی در اطراف دمشق زد و خوردهای شدیدی وجود داشته. خب میدونین که دولت آقای بشار اسد با کشتن بیش از 10,000 نفر تا به حال طبق اسناد یا آمار سازمان ملل متحد، بیش از 10,000 نفر از وطن پرستان سوری را در واقع به قتل رسوندن، میخواد ادعا بکنه بعد از تصویب قانون اساسی در فوریه امسال اصلاحات داره انجام میشه و شرایط عادی داره، هم پاشیدگی کشور سوریه و خطر بزرگی که میتونن سلفی ها و روحان و رادیکال اسلامی به وجود بیارن جلوی این گرفته بشه. خب دکتر دانش، حالا میرسیم به جریان بن لادن. میدونی که در یمن یکی از رهبران القاعده رو به وسیله هواپیمایی بدون سرنشین کشتن، بعد بلافاصله اونجا اونا هم برای انتقام گیری چیکار کردن؟ مثل که 30 سربازان یمنی رو کشتن. بعدم این نامه های بن لادن رو منتشر کرده آمریکا، یه مقدارش از اون اسناد 6,000 تا سند بوده گویا شنتشو منتشر کرد. چه چیزایی در این اسناد وجود داره؟ نامه هایی که از بن لادن منتشر شده، به نظر من اون چیزی که تا به حال منتشر شده، از 6,000 سندی که گفته میشه که نیروهای آمریکایی در زمان کشتن بن لادن به دست آوردن، تا حالا 200 صفحه از اون به چاپ رسیده. من این نامه ها رو مطالعه کردم. بخش مهمی از این نامه ها در واقع انزوای خود بن لادنه که در انزوای مطلق قرار میگیره و اون شکایت از این داره که در واقع در صفوف القاعده مشکلاتی به وجود آمده و در یمن در واقع القاعده مستقل شده و داره فعالیت خودش میکنه، میخواد جمهوری اسلامی یمن رو به وجود بیاره. یعنی یه کسی حرفش گوش نمیکرد، حرفش کسی در واقع گوش نمیکرد و صحبت از این میکنه که امت مسلمان دیگه پشتیبانی آنچنانی از القاعده نمیکنه و حتی میگه هواپیمایی بدون سرنشین آمریکا که حمله میکنن به شمال غرب پاکستان باعث شدن که عده زیادی از رهبران القاعده کشته بشن و از رهبران القاعده و طرفداران القاعده میخواد که به افغانستان دوباره برگردن، پناه در سرزمین افغانستان داشته باشن، اونجا سعی بکنن که به زندگی خودشون و به مبارزه خودشون ادامه بدن. ولی هدف اصلی این نامه ها، من چیز مهمی در این نامه ها ندیدم. خب دکتر دانش، ولی در همین نامه ها مثل این که از ایران خیلی گله کرده، اینطوری که میگن تو این اسنادی که جدیدن منتشر شده، میگن راجع به از ایران خیلی اظهار عصبانیت کرده و گفته که اینا آزار میدن القاعده. این صحت داره؟ خب ببینین سیاست ایران اینطوری بود که عده زیادی از نیروهای القاعده بعد از سال 2001 و حمله آمریکا به افغانستان و سقوط طالبان به ایران این توقع داشته بیشتر پذیرایی کنند. ولی و اون چیزی که مهم بوده اینه که برای القاعده و اینی که آقای بن لادن نسبت به ایران تهمت میزنه به ایران، اینه که ایران با وحشتی که در اون زمان حتی از القاعده داشت و طالبان داشت، اجازه فعالیت علنی و آشکار رو به نیروهای القاعده در ایران نمیداد. اینا در حصر خانگی بودن. عده زیادی از رهبران القاعده در ایران در حصر خانگی بودن. حتی زن و پسر خود آقای بن لادن در حصر خانگی بودن و اجازه جمهوری اسلامی نه به خاطر اینکه جلو تروریسم رو بگیره با اینا مخالفت میکرد در بعضی اوقات، ترسی که خود اینا داشته. ببینید جمهوری اسلامی، من در کتابم در سال 2002 فصلهایی دارم درباره سیاست جمهوری اسلامی در رابطه با جهادیستای عرب و القاعده. یعنی در واقع جمهوری اسلامی عده زیادی از جهادیستای عربا که از طریق پاکستان به افغانستان برای مبارزه با شوروی بعد از سقوط طالبان، یعنی در واقع به درستی شما میگین جمهوری اسلامی خودش مراکز تربیت تروریست در زمان جنگ سرد داشت
در زمان جنگ بر علیه شوروی در افغانستان و این نیروها رو تربیت میکرد. عده زیادی از مصر وارد ایران میشدند، عده زیادی از سودان وارد ایران میشدند و عده زیادی از لیبی وارد ایران میشدند. در مراکز سپاه پاسداران و سپاه قدس در ایران دوره میدن و از اونجا منتقل به پاکستان و افغانستان میشدند. عده زیادی اینا دوباره برگشتن به ایران و ایران به خاطری که در واقع من چیه دانش که 32 نفر از سربازهای یمن کشتن بلافاصله برای انتقام گیری. امروز یکی از هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا حمله کرده و یکی از رهبران القاعده را در جنوب یمن کشته. یکی از رهبرانی که طبق اسناد آمریکایی در حمله به کشتی جنگی آمریکا در سال 2000 در خلیج عدن نقش داشته، میدونی که در اون زمان با حمله به این کشتی جنگی آمریکا USS کول بیش از 17 سرباز آمریکایی کشته شده و این امروز در واقع در حمله هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی کشته شده. بلافاصله بعد از این حمله نیروهای القاعده حمله میکنن در جنوب یمن در استان ابیجا به مراکز نظامی یمن و در اونجا جنگ شدیدی در میگیره. بیش از 32 نفر از سربازان یمن در این جنگ ها کشته میشن، 28 نفر را دستگیر میکنن نیروهای القاعده و چند تا توپ و تانک با خودشون میروباین و با خودشون میبرن و مقدار زیادی فشنگ با خودشون میبرن. اون چیزی که بسیار به نظر من اهمیت داره که یک بار دیگه درباره صحبت بکنیم، ما درباره نامه های القاعده همین الان صحبت کردیم و خب من گفتم که هدف اصلی در واقع این نامه ها اینه که نشون داده بشه که القاعده در زمان آقای اوباما تقریبا نه تنها تضعیف شده بلکه امکان عملیاتی نداره و نابود شده. ولی متاسفانه باید بگیم که این فاش در واقع انتشار این نامه ها و مطالب نامه ها با واقعیت ها تا اندازه زیادی با هم در تضادن. ببینید درسته که القاعده به صورت سازمان مرکزی دیگه فعالیت نمی کنه، ولی القاعده امروز ما موقعی که صحبت از القاعده می کنیم به سازمان های مستقل القاعده صحبت می کنیم که در مناطق مختلف بر علیه آمریکا و نیروهای آمریکا و حتی کشورهای منطقه دارن فعالیت می کنن. و امروز می تونیم در کنار القاعده که هنوز در پاکستان و افغانستان فعاله از 5 گروه مشخص القاعده در کشورهای صحبت بکنیم. در یمن که امروز این اتفاق افتاده و متاسفانه در جنوب یمن به خصوص در استان ابیجا بسیار قوی هستند. در 2-3 هفته پیش حمله کردن، بیش از 128 سرباز یمنی رو به قتل رسوندن، مقدار زیادی اسلحه با خودشون بردن و امروز دوباره این اتفاق افتاده. یعنی توجه بکنین چند ساعت بعد از کشته شدن این شخص القاعده توسط هواپیمای بدون سرنشین آمریکا تعداد زیادی یک گروه 100 نفری القاعده چنین حمله‌ای را انجام میده. خب این نشانه اونه که القاعده در یمن امکانات زیادی داره. خب دکتر دانش این کراواتتون میخوره به این میکروفون صدا میده. ببینید دکتر دانش، پس به این ترتیب الان یمن مرکز این تروریستای القاعده شده دیگه؟ به این یمن یکی از مراکزه، در کنار 4 مرکز دیگری که مستقلاً عمل میکنن یمن یکی از مراکزه و طبق گفته های خود متخصصین آمریکا بیش از 1000 نفر جنگجویان القاعده در اونجا مبارزه میکنن. ولی همونطوری گفتم در مغرب هم ما یک تشکیلات بسیار شدید القاعده داریم که فعالیت میکنه، به خصوص امروز شمال مالی در دست اوناست و کنترل شمال کشور مالی در دست اوناست و تعداد زیادی هزارها اسلحه و جنگ افزار در جنگی در واقع قذافی به دست اونا رسید. بله ما و خب ما نیروهای دیگه میشه در من هفته پیش در این مورد صحبت کردم، همگنزون القاعده در سومالی بسیار قویه. الشباب در ماه فوریه خودش ملحق به القاعده کرد و در سومالی در واقع بیش از 3/4 کشور در اختیار اونا قرار داده. القاعده در عراق صحبت بکنیم، حکومت اسلامی عراق که القاعده است و امروز در سوریه خیلی فعاله و در واقع دارن توپ و تانک و در واقع تمام سلاح ثقیلی که در عراق اینا استفاده میکردن وارد سوریه بکنن برای رژیم بشار اسد و در واقع حکومت اسلامی یا حکومت اسلامی سوریه رو به وجود بیارن. اینم از القاعده است. یعنی باید به این مطلب یک بار دیگه اشاره بکنیم که در واقع القاعده به صورت مرکزی دیگه عمل نمیکنه، بلکه سازمان های مستقل شدن، زیر نام القاعده عمل میکنن ولی مستقلا تصمیم میگیرن و مستقلا عملیات نظامی خودشون رو انجام میدن. یعنی دوست دانش به عقیده من، چون وقت تموم شده، به عقیده من در آینده ما منطقه رو آرام نمیتونیم ببینیم. اسلحه‌ای که از لیبی دزدیده شده و به دست اون
عراض الاوباش سلفی ها و اینا افتاد در لیبی و هر جای دیگه. میدونی یک انبار اسلحه قوی بود توی لیبی داشت دیگه، انواع و اقسام موشک ها و نمیدونم حتی موشک های ضد هواپیما، اینا همه افتاد دست این القاعده. و در آینده فقط بیش از 20 هزار موشکی که در انبارهای قذافی بودن، اینها معلوم نیست سرنوشتشون چی شده. یعنی موقعی که از شمال مالی صحبت میکنیم، از القاعده در مالی صحبت میکنیم یا در چاد صحبت میکنیم، نشون دهنده اینه که بخش زیادی از این سلاح‌ها به دست اونا رسیده تا به نیروهای تروریست در شبه جزیره سینایی در مصر این سلاح‌ها رسیده. و در واقع باید بگیم که این بحران، متأسفانه بحرانی که در منطقه وجود داره، نه تنها بحران بین ایران و کشورهای ناتو و آمریکا، بلکه بحرانی که در منطقه و به خصوص در پاکستان و افغانستان و این کشورها وجود داره و نیروهای القاعده، اینا مسائلی است که در آینده ما باش روبرو خواهیم بود و مشکلات عظیمی را در پیش پای بشریت قرار خواهد داد. بسیار متشکرم شما. خب امیرانان گرامی، به همین جا برنامه به پایان رسید. می‌خواستم راجع به کنسرت آقای شجریان صحبت کنم. تمام مدتی که استاد شجریان با 16 نفر 15 نفر ارکسترش آمده بود، شب فوق‌العاده بود امیرانان گرامی، و من عده زیادی رو می‌دیدم گریه می‌کردن، خود من هم همینطور، گریه از افسوس که همچین هنرمندانی رو ما باید در خارج از کشور ببینیم، و گریه شوق از اینکه یک همچین ارکستر، یک همچین به اصطلاح وضعی به وجود اومده که آدم باش احساس غرور میکرد. واقعا من احساس غرور میکرد. چندین هزار نفر ایرانیانی که آمدن اونجا، من میدیدم در قیافه‌هاشون این غرور به وضوح دیده میشد. استاد شجریان اون شب واقعا کاری کرد کارستان. سپاسگزارم به برنامه من توجه کردیدم میانانی گرامی. تا برنامه فردا، خدا نگهدار. زنده باد آزادی. پاینده ایران.